خب دوستان عزیز، مهمان امشب ما رو دیدید. آقای علی پیام، اگر سلام علیکی هست، معرفی هست در ابتدای به هم بفرمایید. درود میفرستم بر شما و همه بینندگان، چه اونایی که الان زنده میبینن، چه اونایی که بعدا خواهند دید. بله، من اجازه میخوام که کامنت ها رو دوستان عزیز ببندم که ما اصل گفتگومون رو شروع کنیم. خب آقای دوستان عزیز، مهمان عزیزمون آقای محمد رضا عالی پیام هست، متخلص به حالو، شاعر، فیلمساز و والا تو ایشون بازیگر، فیلمساز، شاعر و کنشگر سیاسی و کسی که مخالف جمهوری اسلامیه و خدمت شما عرض بکنم که منتهای مرتب این توضیح رو دارم قبل این به شما میدم. دوستان عزیز، ممکنه دوستانی نشناسن جناب آقای علی پیام رو، مخاطبین خودم رو عرض میکنم. ایشون کنشگر سیاسی هستن، منتهای مرتب ما دیدگاه سیاسی ما فرق میکنه با هم. از این رو امشب یک لایوی رو با هم ترتیب دادیم، یک گفتگویی با هم داشته باشیم که یه سری مسائل نمیدونم شاید حل بشه و امیدوارم برای همیشه حل بشه. خب آقای علی پیام، ضمن اینکه از شما تشکر میکنم که وقتتون رو گذاشتید و آمدید در لایف، من با این سخن آغاز میکنم که میخوام بگم که هم من هم شما براندازیم دیگه، درسته؟ من که براندازم، شما هم انشالله براندازیم. اوکی. خب بله، ما پس یعنی در یک جبهه میتونیم باشیم، یعنی بله دقیقاً، یعنی اینجوری نیست که مثلا شما یه سنگر داشته باشیم من یه سنگر دیگه. ما در واقع یه دشمن مقابل داریم، روبرو داریم، که اون دشمن روبروی ما جمهوری اسلامیه. من بر این باورم. اگر تو دو تا سنگر باشیم به یک طرف شلیک میکنیم و اون جمهوری اسلامیه. اوکی. و تو دو تا سنگر هم باشیم ولی در یک جبهه هستیم. بله. جبهه هستیم و اون جبهه ای هستش که ما داریم مبارزه میکنیم با جمهوری اسلامی و دشمن اصلی ما جمهوری اسلامیه. حالا بنده فرشاد آشور، متخلص به شهاب سنگ، آقا من بالاخره پادشاهی خواهم، همه جا گفتم و همه میدونن دیگه، اصلا مشخصه. شما اما پادشاهی خواه نیستید. میتونم سوال بکنم از شما، شما چه اساسا چه حزبی رو دنبال میکنید یا مثلا چه چیزی مد نظرتونه؟ اینو من میخواستم اگر توضیح بدید ممنون میشم. من این رو توی مصاحبه های زیادی گفتم فرشاد عزیز. من یک پارلمانتاریست هستم، اعتقاد به حکومت پارلمانی دارم. حالا این حکومت پارلمانی میتونه جمهوری باشه، میتونه پادشاهی باشه، هرچند جمهوری رو ترجیح میدم به پادشاهی، ولی اگر رژیم پادشاهی هم پارلمانی باشه، باز به هر جهت این خواسته مردم هست که محقق میشه در جامعه و نظر و رأی مردم هستش که تعیین کننده است، نه یک فرد. بله درسته. پس اگر اینجوریه که آقای علی پیام، چون منم پادشاهی پارلمانی رو میپسندم، خب یعنی مثل هلند، مثل سوئد، مثل کشورهای اسکاندیناوی یا مثل نروژ، اوکی، و من هم معتقد به پادشاهی پارلمانی هم، خود جناب شاهزاده رضا پهلوی هم همین نظرشونه، یعنی مجلس مؤسسانی تشکیل بشه فردای آزاد ایران، مردم بیان. اصلا من که یه آدمم، من یه فرشاد آشورم، جسم ناقصی دارم اندک اعتباری که خدمت شما عرض کنم، یه رأی دارم میخوام تو صندوق بندازم، اون رأی من رأی پادشاهیه، پادشاهی پارلمانی هم از قضا. پس یعنی شما هم فردای آزاد ایران همین رأی رو میندازین. ببین فرشاد عزیزم، اون چیزی که من و تو میخوام یا اون چیزی که جناب رضا پهلوی میفرماین با اون چیزی که اطرافیان ایشون میگن یا عمل میکنن، عمل کردشون
بسیار متفاوته. من یک کلیپی داشتم به نام رفراندوم مساوی کشک. نمیدونم دیدی اینو یا ندیدی. من فکت های بسیاری آوردم از مشاورین ایشون، از نزدیکان ایشون که میگن در فردای انقلاب ما اصلا به رفراندوم احتیاج نداریم. آقا حکومت معلومه پادشاهیه، پادشاه هم داریم، منتها الان در تبعیده. رفراندوم بی رفراندوم، آقای بابک میترا که میگه اصلا تا 10 سال اقلا ما انتخابات بازی نداریم. این چیزاست که ما رو نگران میکنه که آیا بالاخره ما فردای پیروزی رفراندوم خواهیم داشت یا نخواهیم داشت. شاهزاده میفرمایند خواهیم داشت، بله. همه اطرافیان نزدیکشون میگن نخواهیم داشت. من پیشنهاد میکنم اون رفراندوم کشک رو ببینید. خدمت شما که عرض بکنم، من بازم استناد میکنم به سخنان خود شاهزاده رضا پهلوی، بله، که قطعا فردای آزاد ایران رفراندوم خواهیم داشت. و ملت همین شاهزاده رضا پهلوی همین چندی پیش در بریتانیا در جمعی از مبارزین عزیز صحبت کرد و صحبت اخیرش هم در سوئیس در پیش جمعی از مبارزین صحبت کرد، تأکید کرد مؤکدن که در فردای آزاد ایران یک صندوق رفراندومی داریم و هر ایرانی در هر کجای این ایران عزیزمان که هست میتواند و بیاید رأی بده و نوع حکومت رو که میپسنده انتخاب کنه. این شاهزاده همیشه اینو گفته. حالا شما اشاره ای کردید به اطرافیان شاهزاده. من اصلا سخن از کسی و اسم کسی رو نمیبرم، چون هر که اسم هر کسی بیاد خودش باید بیاد از خودش دفاع کنه، ولی من تا جایی که میدونم و با اطرافیان نزدیک شاهزاده، اطرافی نه اطرافیان درجه 3 و 2 مثلا در ارتباطم، نظر اونها هم همینه که بایستی بیان و فردای آزاد ایران یک رفراندومی بشه و مردم تعیین میکنن. اگر من فرشاد میگم پادشاهی، اگر من فرشاد میگم جاوید شاه، آیا باید ببینیم که مثلا اصلا پسرعموی منم اصلا بر این باور هست یا نه؟ شاید اون اصلا بگه یه چیز دیگه، اوکی، و من نباید جلوی دهن اونو بگیرم و اونم نباید جلوی دهن منو بگیره. و ضمن این که ما یه نظر داریم، اون پسرعموی من مثلا یه نظر داره، یا شما آقا رضا یه نظر داریم، من فرشاد یه نظر دارم، ما نباید همدیگر رو که تخریب بکنیم. قبول دارید به نظر من حرف من رو؟ ببین فرشاد عزیز، شاهزاده صحبتهای خیلی خوبی میفرماید. مثلا ایشون بارها راجب احزاب چپ گفتن که در فردای در ایران فردا، ما اصلا این اصطلاح بذاریم ایران فردا، یعنی ایران بعد از جمهوری اسلامی، احزاب چپ میتونن که فعالیت داشته باشن، کرسی داشته باشن در مجلس، مشارکت داشته باشن در اداره مملکت به اندازه تعدادی که هستن. این را شاهزاده علنا فرمودن، ولی طرفداران ایشون هر جا که جمع میشن میگن مرگ بر سه فاسد، ملا، چپی، مجاهد. میگن تا چپول کفن نشود این وطن وطن نشود. ها این دوتا رو ما نمیتونیم بالاخره قبول کنیم که اینه یا اونه. تمام صحبت هایی که میشه راجع به چپ ها، انگار که همه چپ ها رو بریزیم توی قابلمه، همه خائن، همه وابسته، همه خیانتکار. آقا اینجوری نیست. چپ ها هم طیف های وسیعی دارن، مثل پادشاهی خواه ها که طیف های وسیعی دارن. همه چپ ها که وابسته به شوروی نیستن، همه چپ ها که نوکر چین نیستن، همه چپ ها که خائن نبودن، حزب توده نبودن، نمیدونم اکثریت نبودن. الان تو همین کشوری که تو زندگی میکنی جمهوری آلمان هستی دیگه، احزاب سوسیالیست نیستن. تو همه آمریکایی که شاهزاده زندگی میکنن احزاب سوسیالیست نیستن، هستن. تو این همه کشورهای اروپایی احزاب سوسیالیست پادشاهیه. تو این همه کشورهای پادشاهی احزاب سوسیالیست دارن فعالیت میکنن، بعضا کرسی هم تو مجلس دارن، نماینده هم دارن. کسی نمیگه تا چپول کفن نشود این وطن وطن نشود. اینها نگران کننده است. یعنی در فردای ایران، در ایران فردا، شاه که خب یک مقام تشریفاتی است، قرار نیست توی کارها دخالت کنه، دیگران باید این کارو بکنن. اطرافیان شاهزاده،
اون کسانی که الان دارن خط میدن، ساواک رو تایید میکنن، نمره 20 بهش میدن و میگن ما به خشونت احتیاج داریم، یک حاکم به خشونت احتیاج داره و شکنجه هم بخشی از اونه. نمیدونم راجب چپ ها دارن این جور موضع گیری میکنن، راجب تیر چراغ برق که کم نیاریم، خب بقیه رو به درخت آویزون میکنیم. این چیز دیگری است از اون که شاهزاده میگه. شاهزاده راجب عفو عمومی دارن میگن، اینا تعداد تیرای تهران رو دارن میشورن که به تعداد ملاها و چپی ها هست یا نیست. الان ما چقدر ملا تو زندان داریم به خاطر مخالفت با جمهوری اسلامی، چقدر آخون خلع لباس شدن. همه اینا رو میخوایم اعدام کنیم؟ نه، من اجازه از صحبت کنم خدمت بله؟ شما، خدمت شما عرض کنم، ما حکومت قانون خواهیم داشت و آقای رضای عزیز، ما شما الان میفرمایید که کسانی که زندان هستن باید اعدام کنیم. نه، اساسا ما با اعدام مخالفیم، ما با فعل اعدام مخالفیم. اوکی، اعدام یک چیزیه که اصلا پذیرفته شده نیست و قرار هست که در یک دادگاه عادل همه به پای میز محاکمه بیان و محاکمه بشن و اون رو حالا اون کسانی که در رأس حقوق هستن و در دستگاه عدالت قرار میگیرن، اونها میتونن تشخیص بدن که با اون مجرمین و اون کسانی که حالا هستن چه کار خواهند کرد. ولی اگر شما دقت کرده باشید، شاهزاده رضا پهلوی میگه همیشه، ببینید دوستان، میگه ببینید، اگر حتی کسانی که در سپاه هستن، میگه کسانی که الان در سپاه هستن، همه که آدم کش نیستن، الان دوستان عزیزی در نیروی انتظامی دارن کار میکنن، اوکی، کارشون اینه که آقا رفتن نیروی انتظامی، حالا چی کار کنن؟ پلیس ایرانن آقا، اونا رو که نباید به سلابه بکشیم. اگر کسی آمد به سمت مردم و کنار مردم ایستاد در فردای ایران، فردای آزاد ایران، بهتر اینجوری بگیم، خب ما اونها رو بالاخره حکومت بعدی حکومت قانون خواهد بود و حکومتی خواهد بود که پیروی میکنه از حقوق بشری که استاندارد جهانیه. یعنی جهان چه حقوق بشری داره، چه استانداردی داره، اون رو رعایت میکنه. و شما اگر آقای عالی پیام، شما اگر دقت کرده باشید در سخنان شاهزاده، انصاف رو بخوایم اگر در نظر بگیریم، این ترازوی عدالت خودمون، هر انسانی ترازوی عدالتی داره دیگه، اگر این ترازوی عدالت خودمون رو بخوایم باهاش یه ذره همچین ور بریم، میبینیم که با شاهزاده رضا پهلوی هم همیشه اینه در سخنانش گفته. حالا اگر شعارهایی بیرون اومده، ببین شعار بیرون اومده مثلا سبزی پلو با ماهی فلان فلان، آقا مرگ بر سه فاسد، آقا ملا چپی مجاهد، یا مثلا اگر ما بخوایم به خاطر چهار تا شعار، به خاطر این شعارهایی که حالا یه عده‌ای که بر تقدیر در میارن دیگه، حالا مبتکرن، ابتکار دارن، از کجا در میارن که من نمیدونم، اگر ما بخوایم فردای ایران، ما به احزاب احتیاج داریم، بایستی حزب‌ها باشن. حالا من همیشه گفتم احزاب به جز حزب، حالا نمیخوام الان نام ببرم دیگه، خودتان میدونی اون حزبی که بالاخره عملیات فروغ جاویدان رو در واقع اجرا کردن. خدمت شما عرض کنم که من میگم آقا احزاب باید باشن، اوکی احزاب هستن، فردای آزاد ایران هم احزاب هستن، ما باید حزب رو داشته باشیم دیگه، اگر حزب نداشته باشیم یا نتونیم انتقاد بکنیم یا نتونیم حرف بزنیم که دیگه خب چه فرقی با الان با خامنه ای داره. قطعاً شاهزاده رضا پهلوی قطعاً بر این باور هستن، ایشون قطعاً اون کسانی که دور و بر ایشون هستن، در رده های بالا هستن دور و بر ایشون، این رو باور دارن. من کاری به چهار تا آدمی که خودشون رو پادشاهی خواه میدونن و کف خیابون میان حالا یک سری صحبت ها میکنن، یا خودشون رو چپی میدونن و کف خیابون میان یک سری صحبت ها میکنن، یا از هر طیفی داریم دیگه، آدمای افراطی داریم، آدمای خدمت شما عرض بکنم که واقع بین داریم، آدم هایی داریم که روی آب رو نگاه میکنن، آدم هایی داریم که عمق آب رو نگاه میکنن. من حرف من اینه، این نزاع ما، این تو سر هم زدن ما، اینی که من بیام بگم آقا من، تو بگی من هر شب لایو بذارم. من دیشب جسارتان اعلام میکنم که دیشب لایو شما رو داشتم نگاه میکردم، با سه تا عزیز دیگری داشتید لایو میذاشتید،
یک خانومی بود که من ایشون رو نمیشناسم، نامم نمیارم، بنابراین ایشون بسیار داشت به صورت افراطی‌گری داشت صحبت میکرد و یک من احساس میکردم که یک عقده درونی داره از پادشاه، اصلا برگشته بود به سنوات گذشته ای که الان دیگه کار نمیکنه. شما یک پستی گذاشتی در مورد خانم سپیده اشنو و کپشنش رو خوندی و چقدر هم زیبا خوندی و اون کپشنی هم که موهاشو بریده بود گفته بود این مدرک جرم منه و فلان و بسار. خب اون جوانی که الان کف ایران، کف خیابونهای ایران داره گلوله میخوره، داره پرپر میشه، تو زندانها هست، داره نابود میشه، داره مبارزه میکنه برای حداقلها، برای آزادیها، اگر بیاد من رو ببینه، من فرشادی که من میگم من پادشاهی خواهم، با تمام وجودم پادشاهی خواهم، و شما آقا رضا رو ببینه که آقا شما نیستی پادشاهی خواه، و بعد بیاد دعوای من و شما رو ببینه، بیاد ببینه من و شما خارج از کشور وایسادیم داریم دعوا میگیریم، حالا باری به هر جهت برای بنا به هر دلیلی داریم، سرد میشه. خب شعله به نظر من میاد پایین، چون این اتفاقات اتفاقات خوبی نیست. اگر ما در یک جبهه هستیم و سیبل مقابل ما جمهوری اسلامی، من نظرم اینه که بازم استناد میکنم به حرفای شاهزاده رضا پهلوی که گفت آقا اگر گروه هایی هستید که مخالف ما هم حتی هستید، اصلا مخالف من، گفت خودش گفت آقا اصلا مخالف منی، اشکال نداره بیا مخالف من شو، اما در شرایط کنونی نباید، باید اتحاد داشته باشیم، نباید بیاییم پاچه همو بگیریم واقعا. و این به نظر من یک سمی تولید میکنه که ما به ورطه حاشیه خواهیم رفت و این وسط سود و کی میبره؟ همان هایی که باعث شدن شما و من الان بالاخره برا پرنده ایم یا آواره ایم، هر چی که هستیم دیگه، در کشور خودمون نیستیم. ببین آشور عزیز، این فرمایشات ممنون که شما با میفرمایید، کامنت گذاری و اشتراک این ویدیوها از کانال هادو حمایت میکنید که میگی در ایران فردا احزاب باشن، آزادی باشه، آزادی بیان باشه، فلان. یه عده دیگه هم هستن از پادشاهی خواها، میگن استخونا رو هم از تو قبر در میاریم آتیش میزنیم. خب آیا فردای انقلاب دست شما خواهد افتاد یا دست این گروه های افراطی خواهد افتاد؟ که من به اندازه کافی راجع به اینها کلیپ ساختم. ببین نگو که یه عده آدم گمنام کف خیابون یه چیزی میگن. آقای کنگرلو آدم گمنامه؟ آقای کیانی آدم نمیدونم گمنامه؟ آقای قانعی‌فر یه آدم جوون کف خیابون گمنامه؟ بهمن یه آدم گمنامه؟ اینا دونه درشتای پادشاهی خواهند، پادشاهی خواهیند. خب اینا چهارتا بچه کف خیابون نیستن. از اینها آدم حرفایی میشنوه که نگرانه. فرشاد آشور، تو آدم با مطالعه و با سوادی هستی. خب من نمیدونم وقتی انقلاب شد چند سالت بود؟ وقتی انقلاب شد من 3 سال خورده‌ای. 3 سال؟ بله. خب ندیدی ولی حتما شنیدی، تاریخ رو خوندی. بله. حرفایی که خمینی توی پاریس میزد چقدر قشنگ بود. کمونیست ها هم در ابراز عقیده آزادند، زنها حجاب چادر اجباری نیست، من میرم قم میشینم طلبگیمو میکنم، روحانیون در کارهای اجرایی دخالت نخواهند کرد، ما یک جمهوری میخواییم بسازیم مثل همین جمهوری فرانسه. همین حرفای گنده گنده ایشونه دیگه. حالا در رده مسائل سیاسی، مسائل اقتصادیش که آب مجانی، برق مجانی، فلان، اینا سرش بخوره. بعد از اینکه اومد نشست رو صندلی مستقر شد، کدوم یکی از اینا محقق شد؟ الان تمام مملکت دست آخونداست. ایشون تا وقتی که بود رهبر بود، زمان بازرگان یا رفته بودن الجزایر یه ملاقاتی با آمریکایی‌ها داشتن، دعواشون که کی به شما حق داده که این صحبت ها رو بکنید؟ آقا من نخست وزیر هستم یا نه، وزیر خارجه من هست یا نه، باز ما میخوایم هر کار بکنیم بعد بیایم از شما اجازه بگیریم؟ خب اینم که وضعیت زنا و حجابمون، اینم که وضعیت جمهوریمون من الان که شد مطلقه فقیه، کدوم یکی از اون حرفای قشنگ تحقق اینه که ما مارگزیده ایم؟ آشور عزیز
از ریسمان سیاه‌سفید، از قول و وعده برای ما کارساز نیست. ما عمل رو میبینیم، ما میبینیم پادشاهی خواه کف خیابون میزنن بقیه رو، اینو میبینیم. ما میبینیم که فحاشی میکنن، اینو میبینیم. ما میبینیم هرچی آدم مبارزه اینا تخریب میکنن، اینو میبینیم. ما میبینیم به توماش توهین میکنن، هیچ کی صداش در نمیاد. نه، به نرگس و محمدی توهین میکنن، هیچ کی صداش در نمیاد. به سپیده رشن و سپیده قلیان، او سپیده قلیان از زندان میاد بیرون، 5 دقیقه اومده بیرون، جلو زندان وایساده داد میزنه خمینی نمیدونم زهاک، میکشیمت زیر خاک، خامنه ای زهاک میکشیمت زیر خاک، 5 دقیقه است از زندان آزاد شده، 1 ساعت بعد برای همین حرف دوباره میکنه این زندان. شما به این آدم فحش میدید؟ خب که چپ من اینا رو میبینم، ما اینها رو میبینیم و بعد میترسیم. میگیم فرمایشات آقای رضا پهلوی خیلی خوبه، مثل فرمایشات خمینی در پاریس. اینکه من میگم فرمایشات دارم تنه میزنم، کدوم یکیش عملی شد؟ اینا هم عملی نخواهد شد. چرا؟ چون میبینیم آدم های گنده گنده، میبینیم این کسایی که توهین میکنن یه مش بچه سایبری و فلان نیستن. خانم سباخویی سایبریه، خانم سالومه سایبریه. حالا من اجازه دارم صحبت کنم؟ بله. شما افرادی رو نام بردید الان که بر تقدیر این افراد، آقای کیانی و آقای کیو، که اینها که سرنوشت ساز که نیستن، که درسته، اینها بالاخره خدمت شما که عرض بکنم سرنوشت و ملت ایران تعیین میکنن، سرنوشت فردای آزاد ایران و ملت ایران تعیین میکنن. اینها که ما ببین یه چیزی من خدمت شما بگم، شاهزاده رضا پهلوی خب بابا شاه بود دیگه، بابا بزرگش هم شاه بود دیگه. شاهزاده رضا پهلوی وقتی که میاد صحبت میکنه، شما، من خواهشی که از شما میکنم اینه که شما اگر صحبتهای شاهزاده رضا پهلوی رو بیطرفانه گوش بکنید، اگر یک بار سخنان شاهنشاه آریامه رو که در مصر ازش مصاحبه گرفته بودن گوش بکنید و بعد بیایید سخنان شاهزاده رضا پهلوی رو گوش بکنید. حالا شما میگید فرمایشات رو با طعنه گفتم، من با جان و دل میگم فرمایشات خمینی رو با طعنه گفتم. اوکی، من میگم که شما یک بار این صحبت ها رو در مزام یک آدم بیطرف بیایید صحبت های شاهزاده رضا رو گوش بکنید، چکیدش رو خودتون بیایید در بیارید، بعد ببینید که فردای آزاد ایران اصلا این حرفایی که میگی استخون رو بکشیم و نمیدونم فلان جایگاهی داره. خیر، چرا خیر؟ الان خدمت شما اعلام میکنم خیلی ساده است، جوانانی که در ایران وایستادن، ملت شریفی که در ایران وایستادن، ملت عظیم و بزرگی که در ایران وایستادن، آنها هستند که امروزه قلبی دارند، قلب نوین، افکار نوین، تفکر نوین، با این میرن جلو و هرگز نمیان چنین کاری بکنن. و در انتقال قدرت، تو بحث انتقال قدرت که یک بحث بسیار مفصل و پیچیده ای است و اینجا واقعا جاش نیست الان ما صحبت بکنیم، تو بحث انتقال قدرت وقتی به وجود میاد قطعا افرادی هستند که اهرم نگهدارنده این افرادی هستند که به قول شما میخوان از تو خاک چه میدونم استخون در بیارن، آتش بزنن و نخواهند گذاشت. شما اینو آقای آرزوی عزیز ببینید، شما خواهش میکنم که با 45 سال پیش خیلی تغییر کردیم ما دیگه. من اصلا نگرانش نیستم، ببخشید من میونه حرفت میام چون لایو ما محدوده، میخوام سریع برسیم سر نزدیه. تو فی بگی من فرزادم، خب من اصلا نگران فردای انقلاب نیستم چون مردم این اجازه رو نخواهند داد. اون جوانایی که کف خیابون دارن جون میدن الان بهت میگم، اگر نگران انقلاب رو الان دوچار اینها ستون پنجمیان که انقلاب رو دوچار آسیب میکنن، باعث میشن انقلاب دیرتر به نتیجه برسه. ها ببین، الان من راجع به همین فحاشی ها به تو میگم، این همه آدم مبارز
تو اصلا قبول داری ممکنه کسی طرفدار آقای پهلوی نباشه و دشمن رژیم ایران باشه؟ قبول داری؟ یه بار دیگه بگو متوجه نشدم. ممکنه کسی طرفدار آقای پهلوی نباشه و دشمن رژیم ایران باشه، برانداز باشه؟ بله. چند تا رو میشه اسم ببری؟ طرفدار آقای شاهزاده نباشه، شاهزاده رضا پهلوی نباشه، ولی و دشمن خامنه ای باشه. خب. یکی خود شما. خب. آره. من میدونم شما براندازی. سه تا. اوکی. سه تا رو اسم ببر. خب. خدمت شما که عرض بکنم، آخه من الان دوست ندارم اسامی دوستان رو بگم. آقا چرا نگی؟ شما توماج رو قبول داری یه آدم ضد رژیمه؟ عزیز من توماج با خود من دوست بود اصلا. نرگس محمدی رو قبول داری ضد رژیمه؟ نرگس محمدی رو قبول دارم ضد رژیمه، اما ایراداتی بهش وارده. همه ایرادات وارده، به من و تو هم ایرادات وارده، مگه ما پیغمبریم؟ نه. به کی ایراد وارد نیست؟ اوکی. خب داری تو کفه ترازو میذاری. من اینو میخوام بهت بگم، تویی که میگی من مبارزم براندازم، فرشاد آشور، اون جسارت به من شد تو میدون ترافالگار، کدوم یکی از شما محکوم کرد؟ خودتو در این رابطه برنامه گذاشتی، من ندیدم. بله. خب من ببینید همین خب این لینکشو برای من بفرست، من تو آرشیوم داشته باشم. اینی که من میپرسم نمیگم نداشتی یا دارم میپرسم داشتی یا نداشتی. خیلی دوست دارم بدونم آدمی مثل فرشاد آشور راجع به توهینی که به عالی پیام میشه چه موضوعی گیری نه عالی پیام راجع به توهینی که به رشنو میشه. ببخشید من زیادتر از تو حرف میزنم، من مهمونم برجت دیگه، مهمون میخوام بگم دیگه در ادامه جواب بذار بدم. ببین نه تنها با شما اون حرکت شد در میدان ترافالگار که من اومدم و لایو گذاشتم و حضوری هم من اومدم در لندن در روبروی لانه جاسوسی جمهوری اسلامی در لندن روبروی سفارت، وقتی تجمع کرده بودیم گروه های زیادی اومده بودن، من مخالفت خودم رو اعلام کردم و بسیارانی که واقعا آدم های با ایدیکت با شخصیت پادشاهی خواه هستند و من در جشن از قضا در جشن صده در لندن دعوت بودم و پادشاهی خواهان عزیزی اونجا بودن، 500 نفر اونجا بودن و همه همسو مخالفین بودیم. کشو برای من بفرست، من باید تو آرشیوم داشته باشم. خب من گلمندم از خیلی از عزیزان پادشاهی خواه. بذار من حرفم رو تموم کنم یک لحظه. ببینید بگو. با این حرکت من مخالفم، نه تنها من مخالفم، خود شاهزاده رضا پهلوی گفت کسانی که این کارو میکنن اعلام براءت کرد از اینا و گفت اینها خودشون اعلام براءتش مال قبل از اون بود. ببین گفت اینها اصلا بخشی از نمیگم اینو به خاطر شما گفت. ببین گفت کسانی که از این دست کارها، حالا این یک نوعشه، حالا کارهای دیگه و و و و گفت کسانی که از این دست کارها حتی فحاشی میکنن اصلا خودشون بخشی از مشکلن. اینو این حرف خود شاهزاده رضا پهلویه و ما نمیتونیم این کارا رو بذاریم به پای امضای شاهزاده رضا پهلوی. و من حرف من اینه که خواهش میکنم از گروهایی که مخالف شاهزاده رضا پهلوی هستن واقعا به شاهزاده رضا پهلوی توهین نکنن. برای اینکه توهین به شاهزاده رضا پهلوی یا فحاشی به شاهزاده رضا پهلوی یا خورده گرفتن از خاندان پهلوی آب در آسیاب جمهوری اسلامی ریختنه. خورده گرفتنشو بذار کنار، ولی فحاشی و توهین رو قبول دارم. من مطلقا با فحاشی و توهین موافق نیستم. فرشاد عزیز، همین آدمایی که شما میفرمایید شاهزاده ابراز براءت کرد، وقتی شاهزاده اومدن لندن همین آدما جزء سکیوریتی ایشون بودن. من چجوری باور کنم که شاهزاده از اینا اعلام براءت کرده؟ وقتی اینا اون اعتصاب قضایی قلابی رو کردن، شاهزاده زنگ زدن به اینا، گفتن شما سربازان منید، من به شما احتیاج دارم. آقا اینا همینان، من چجوری باور کنم شاهزاده اعلام براءت کرده؟ آقا اینا رو ولش کن. نه اصلا شاهزاده شما نام بردید دو نفر رو، بذار من این دو تا عزیز رو بگم. ببینید دو نفر اعتصاب قضا کردن، آقای شروین سوادکویی و آقای حابیل ماهور. آقای شروین سوادکویی من به یاد ندارم تا حالا جسارتی کرده باشه به هیچ کسی. من شروین الان نیست، من اصلا ببین با من ما آنچنان با هم خیلی هر روزم ارتباطی نداریم با هم.
هابیل ماهورم که من خیلی وقت ندیدم، 2 ماه 3 4 ماه پیش تو لندن دیدم. میخوام اینو بگم، اینها اعتصاب غذا اولا که قلابی نبود، اینو من خواهش میکنم از شما اینو نگید. اعتصاب غذا واقعا شروین سوادکویی و هابیل ماهور اعتصاب غذا کرده بودن، اعتصاب غذای خشک، و ربطی هم اصلا به پادشاهی نداشت. ربط اعتصاب غذاشون ربط به پارلمان بریتانیا داشت که آی آر جی سی تروریست رو بخواد تصفیب بکنه، و شروین سوادکویی و هابیل ماهور واقعا اعتصاب غذا. و این واقعا آقای رضا، آقا اینو من میپذیرم، من اعتصاب غذا قلابی رو پس میگیرم. خب میخوام بحث رو ببریم یه جا. آقای بابک محرمی که اون کارو با من کرد، من جز سکیوریتی آقای پهلوی بود وقتی اومدن لندن، اینو بگو. نمیشناسم ایشونو. من نمیشناسم. آره. بابا بابک محرمی رو الان همه دنیا میشناسن. اون کسی بود که اون جسارت رو با من کرد. اوکی. همه بهش افتخار کردن. اوکی. داداشم بابک 6 بار حالو رو انگشت کرد. آقای مکانی گذاشتن. استوریشو خانم یاسمین پهلوی گذاشتن. شما بابک محرمی رو نمیشناسی؟ جز سکیوریتی آقای رضا پهلوی بود وقتی ایشون اومد لندن. من اینو میخوام بگم. میخوام بگم این براعتی که تو داری میگی حرفه، صوته، وایسه. عملی نیست. چرا؟ من نمیتونم باور کنم. الان من به شما میگم چرا عملیه. کاملا عملیه. تمام کسانی که آقای عالی پیام، تمام کسانی که در حلقه بودن که از این قسم کارها کردن، که حالا شما میگه آقای بابا که محریم، واقعا نمیشناسم ایشون. تمام کسانی که از این قسم کارها کردن به تدریج از دایره‌ای که باید خارجن، مگر این که عذرخواهی کنن و بگن آقا ما کاری که کردیم اشتباه کردیم، و این اشتباه رو همه ممکنه بکنن، از من فرشاد تا شما رضا، هر انسانی ممکنه اشتباه بکنه، هر انسانی ممکنه اشتباه بکنه، و اشتباه رو آدم میاد عذرخواهی میکنه، اشتباه رو قبول میکنه. این کار رو به هیچ وجه شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین پهلوی به هیچ وجه قبول نمیکنن، قبول نخواهند کرد و قبول نکردن. من اینو میخوام بگم که شما، خواهش میکنم از شما. خب حالا از این بحث خارج. آقا من پذیرفتم از شما. باش چشم. اوکی. آقا تسلیم. من یه سوال دیگه میخوام ازت بکنم. بفهم. من میخوام بگم به نظر تو تقدس و تقدسگرایی با دموکراسی و آزادی خواهی میونه ای داره یا نداره؟ تقدس و تقدسگرایی، از اونجایی که خودم آتئیستم و حتی خدا ناباورم، درست، من یک خدا ناباورم، نه الان، زمانی که فرشید اعدام شد. خب من 16 سالم بود و همه میدونن دیگه، منو میشناسن. من خدا رو هم باور ندارم، اساسا چیزی برای من مقدس نیست. آفرین. این غیر از مسائل آسمانی شامل مسائل زمینی هم میشه دیگه، وقتی که آسمانی نیست چه برسه به زمینی دیگه. آفرین. ببین تمام. من اینو میخوام از شما بپرسم، با همه ارادتی که به آقای رضا پهلوی دارید، بله، من هم همه نقدم به اطرافیان ایشونه و اینکه چرا ایشون برخورد جدی با اطرافیانشون نمیکنه. نمیگم دهنشون رو ببنده، آزادی بیانه، ولی موضعش رو میتونه شفاف بگه، بیاد بگه من با مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد مخالفم، بعد این شعار تموم میشه. حالا بگذاریم، آیا شما معتقدید اگر آقای پهلوی اشتباهی بکنه ایشون رو میشه نقد کرد یا نمیشه نقد کرد؟ قطعا میشه نقد کرد. آفرین. پس شما با این صحبت آقای علی کریمی مخالفی که میگه هر کس پهلوی رو نقد بکنه در دایره جمهوری اسلامی از جمهوری اسلامی منافع داره؟ خب الان من خدمتتون میگم، آقای علی کریمی فردا شب لایو فردا شبش چرا هیچکی ندید؟ من ندیدم. برام بفرست. تو کانال یوتیوب خودش هست. ببین لایو فردا شبش با مصطفی پوربخش عزیز اومد اصلاح کرد حرفش رو. گفت ببین چی؟ گفت که من منظورم کانال من نیست. جان تو کانال من نیست. اوکی، تو کانال خودش هست. خود علی کریمی. آه خود علی کریمی. خب ببینید
اون آمد آقای علی کریمی، بر تقدیر علی کریمی رو من سالیان سال میشناسم، بچه محل منه و من ببین علی کریمی اومد فردا شب حرف خودش رو اصلاح کرد، گفت من منظورم این بود که کسانی که پهلوی رو بزنن نه نقد کنن. میگه نقد کنن، نه نه اون شب اولش بود، شب اول بود، بعد شب دوم اومد اصلاح کرد. ببین یکی میاد، ببین من امشب میام یه حرفی میزنم، درست اشتباه میکنم، فردا شب میام اصلاح میکنم. خب اون اصلاحیشو برای من بفرستید، من ندارم. اینم چند، ببین چند تا مطلب قرار شد بفرستی، اینا رو یاد. ببین من تصویر تو رو ندارم. چرا؟ من از وقتی که پیجمو زدن دوباره زندش کردم، موقع لایو تصویر طرف فقط خودمو میبینم، خیلی هم خوشم میاد فقط خودمو میبینم. اصلا من تو رو تصویر با هر کی لایو میذارم ها، تصویر میزبان رو ندارم متاسفانه. بنابراین نمیدونم یادداشت میکنی یا نه، الان چند تا لینک قرار شد برای من بفرستی. ببینید برم سر سوال بعدیم. نه یه لحظه اجازه میخوام. پذیرفتم دیگه ازت. نه نه، بچه ها از لندن به من گفتن همین الان پیام فرستادن که آقای بابک محرمی رو ما هیچ وقت به عنوان سکوریتی نذاشتیم و نمیذاریم و نخواهیم گذاشت. من عکسشو برات میفرستم، عکسشو برات میفرستم. شما بفرست. خب متاسفانه بعضی این دوستان شما دروغ زیاد میگن، این خیلی بده. الان اتفاقا اینی که برام فرستاده آخه پادشاهی خواهم نیست. اینی که الان اینو برام فرستاده، این یه هیچ کسیه که میره ایران و میاد رفت آمد میکنه، اصلا هیچ سیاسی هم نیست اصلا. یعنی من فکر کردم تنها کسی که پادشاهی خواه نی با تو ارتباط داره منم، معلوم شد بازم هستن. عزیز من آقای شوخی میکنی، نه حال نمیخواد یه روب جواب بدی. آره میخواد، نه میخواد بذار بشیم سر اصل بعد. نه بذار این جواب بدم. بگو لینک علی کریمی رو برات نمیفرستم، خودت برو سرچ کن، علی کریمی تو یوتیوبش هست. اوکی، اونی که من محکوم کردم این حرکتی که با شما کردم، با ایران اینترنشنال مصاحبه کرده بودی و بعدش من لایو گذاشتم، اونو پیدا میکنم برات میفرستم. اوکی تموم شد. یعنی من... شما چی رو محکوم کردی؟ صحبت علی کریمی رو؟ نه 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 نه، اون حرکت اون فرد با شما رو من محکوم کردم. آره اوکی؟ خب اینو برای من بفرست. آره راجع به توهین هایی که به بقیه مبارزین شد و... مثل توماج، مثل اینا رو محکوم کردی؟ ببینید من که نمیتونم دونه دونه بیام از افراد بعضی ها خیلی دونه درشتن. الان من به شما توماج پسر ایرانه، خیلی دونه درشته. نمیشه به راحتی ازش پسر ایران نیست. خب منم پسر ایرانم، ولی خب ببین اون کف خیابونای ایران شعر میخونه میگیرنش، الان تو زندانه، من و تو جامون امنه. فرق من و تو جامون امنه، خب تو که نمیدونی به من چی گذشت. من تو ماش دیگه آره میدونم به تو چی گذشت، تو هم میدونی به من چی گذشت، حتی هر چند کتاب خاطرات منو نخریدی نخوندی. حالا میخرم. ببین ولی رضا تو ماش بهش گفتن یا برو عزیز... نمیرم. ببین توماج دوست من بود، از این بالاتر دیگه بهت بگیم. ببین من چتای خودم رو با توماج رو برات میفرستم. خب نباید الان تو لایف بگم. قبول دارم، تو بگی من قبول دارم. آقا یه سوال دیگه، ما چقدر دیگه لایومون مونده؟ ما 13 دقیقه. 13 دقیقه. راست چند تا چیز من سوال کردم ازت بپرسم. بفرمایید. من بابت اون مطلبی که تو کانالم ادمینم گذاشته بود، این کانال من 5 تا ادمین داره، مطالبی که میدونن با من هم فکری و هم خونی دارن رو میذارن، خودم هم میذارم البته، بعضی پستارم خودم میذارم. به من گفتن که همچین مطلبی راجع به عاشوره، رفتم خوندم دیدم اصلا درست نیست. یعنی گفتن که ایشون با یک آدمی که آدم جمهوری اسلامی لایو گذاشته، آقای ترابی آدم جمهوری اسلامی نبود، ایشون جدا شده از مجاهدین خلق بود. تو تهش رو خوندن دیگه چیه؟ این چیزها رو مجاهدین در میارن که آقا هر کسی که ازشون جدا میشه میگن یه آدم مجاهد خلقه. بگذاریم، پاکش کردم، باهات تماس گرفتم، ازت عذرخواهی کردم، از راه دور رو تو ماچ کردم و رفتم تو کانالم توضیح دادم. خب بله، که من از فرشاد عاشور عذرخواهی کردم و این مطلب از مجاهدین خلق آب میخوره و درست نیست. درست؟ ولی بابت اون توهینی که دوستان تو در رادیو گیلان کردن نسبت به من، هم توهین هم تهمت، یه توهین دو تا تهمت، من عذرخواهی ندیدم.
راجب پیمان، پیمان عزیز میگی و بله صادق صیاد عزیز. اوکی. ببین اولا یه توهین کردن که حالو رو آلو میگن، این دو سه دفعه میگه آلو، اون رفیقش هم که بغل دستش قش 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 خندش میگیره، از در صندلی میفته، بعد میگه آلی پیام، یه بیناموس هم میگه. حالا راجبه این بیناموس من باید صحبت میکنم، از اون فحشایی که اصلا با فرهنگ ایرانی جور نیست، این فحشا عربیه. یه سابراتی میگه، نه نه من اینجا صحبتتون رو قطع میکنم، به شما فکر نکنم گفته باشه بیناموس، تو همونه که شما پست کردی پس خوب گوش نکرد. چیزی هم بذار حالا من بگم تو قبل از اینی که گفتی، من دیدم که اون آقای آلو، ببخشید حالو، من دیدم آقای حالو آمده مثلا یه عکس فرشاد آشور رو گذاشته، بعد میگه که این مخبر و فلان و اینها. آقای آلو یا آقای حالو، هر کسی که هستی، واقعا برای تو متاسفم آقای آلو، که یک جورایی نگاه، همه ما میایم اینجا، وظیفه ما اینه که به مردم عزیز کشورمون کمک بکنیم تا رژیم جنایتکار آخوندی رو سرنگون بکنن. این اول و آخر وظیفه ماست. این که آقای آلو تو بلند میشی میای مثلا عکس اینو میذاری میگه که مردم توجه بکنید این مخبر جمهوری اسلامی بی ناموس، تو داری همون کاری رو میکنی که سایبری های جمهوری اسلامی دارن میکنن، یعنی حواس ها رو داری پرت میکنی، جنگ اپوزیسیون رو داری با هم جرقش رو میزنی شروع میکنی که ما همه بیافتیم به جان هم، جمهوری اسلامی دل دزدی های خودش رو بکنه، دوباره مردم رو سرکوب بکنه، پدر صاحب بچه رو در بیاره، اونا حالشون رو بکنن. شما صادراتی ها وظیفتون اینه که بلند شید بیاین اینا امثال ماها رو خراب بکنید، خب ما رو بندازید به جون هم که جمهوری اسلامی این کارشو بکنید. ولی کور خوندید، کور خوندید. به هر حال منی که اینجا نشستم گاگول نیستم دیگه، یه چهار تا دست اینور اونور دارم به من میرسونه که چه اتفاقاتی داره میفته فلان. ولی آقای آلو به نظر من اگر واقعا میخوای برای کشورت، برای مردم کشورت کار بکنی، از این جفنگیات بکش بیرون، کار برای خودت بر علیه جمهوری اسلامی بکن. این که میای به این گیر میدی، اینو ول میکنی، اون یکی رو میگیری، اون یکی رو ول میکنی، خایه های آقاسی رو میگیری و اینها، این واسه فاتی تنبان نمیشه، نشون میده که تو عاملی و اون دلارایی که سپاه پاسداران آورده بود این و شایدم یه خلاصه یه حالی هم به تو هم داده بود. عزیز من بیناموس، ببین اصلا بیناموس، اصلا من فکر نمی کنم، من میرم دوباره نگاه میکنم، دوباره نگاه کن، یه آلو میگه، یه بیناموس میگه، یه صادراتی، یه عامل جمهوری اسلامی. خب من هنوز عذرخواهی از اینا ندیدم. این یک، آدم باید شهامت داشته باشه فرشاد عزیز، این یک. دوم، بابت توهینی که به تو شد اینها لایو گذاشتن و اون برنامه رو قبلش گذاشته بودن، یعنی عکس العمل نشون دادن، ولی راجع به این همه مبارزی که بهشون توهین شد من ندیدم عکس العملی از این دوستان شما. چرا؟ شاید بوده، من ندیدم، من که همه برنامه ها شما رو نمیدیم. آقای رضای عزیز وایستا اتفاقا پیمان بهبودی عزیز وستاد یک آدم بسیار بسیار مستقل، یک آدم بسیار بسیار ببین مثل خود من آتئیست، مقدس نساز و کاملا مستقله. پیمان همیشه آمده از مبارزین واقعی دفاع کرده. پیمان همیشه، حتی پیمان بهبودی در همون برنامه میگه، میگه من آقای علی پیام رو دعوت میکنم به برنامه‌م، اگر دعوت میکنم به برنامه، اگر خودش تمایل داشته باشه دعوت میکنه شما رو، مسئله نیست. این گله و شکایت رو شما میتونید رو در، چون آدم پابلیکی که، آدم پرایویتی که نیست، آدم پابلیکه دیگه، ما همه پابلیکیم. و خدمت شما که عرض بکنم، اصلا یکی از رسالت های پیمان بهبودی که 10 سال رسانه داره و افشاگری داره میکنه اینه که حرف حق رو میزنه و هر جایی که حق هست اونجاست. واقعا اینو دارم، نه اینکه رفیق من ندارم میگم، نه، در اون قضیه، در اون قضیه به خصوص من آمدم اون پست رو حذف کردم، شما که با من صحبت کردی و این وسط چرا این اتفاق افتاد، بیا من دلیلش رو بگم بهت. یک عده آدمی که، یک عده آدمی که از یک آخری به نام جمهوری اسلامی ارتزاق میکنن و جمهوری اسلامی هم اتاق فکر خیلی خیلی قویی داره،
و میدونه چجوری کیو بزنه، کجا بزنه، کی داره کار میکنه، آمد و من و تو رو ایکس و ایگرگ رو انداخت به جان هم دیگه. من همینو ببین، اصلا لایو امشب ما به خاطر همینه. اگر گله ای شما دارید از پیمان بهبودی و آقای صادق صیاد، اوکی، اشکال نداره. اگر دوست داری خودم پیغام شما رو بهش برسونم، اگر دوست دارید شما دوست دارید در یک لایو شما رو دعوت میکنن، شما بفرمایید در لایو ایشون و صحبت کنید. اما ایشون این لایو رو گذاشتن، من فقط اون قسمتی که اولی که گفتی آلو اینا رو من قبول دارم، اونم بذار به حساب شوخی، بذار به حساب شوخی، خودت طنز پردازی، منم طنز پردازم، با منم هزاران شوخی میکنن کچل دلغک. ولی ایشون طنز پرداز نیست، یک. دوم، الان بخواد لایو بذاره فایده نداره، چون من گفتم بدون اینکه من بگم باید میذاشت. دو، آقای فرشاد عزیزم، من اینو میگم، میگم آقای بهبودی به این همه آدم مبارز و برانداز توهین شد، چرا فقط رو تو حساس شد؟ چون همشری به خیلی ها دفاع از خیلی ها. من ممنون میشم، چون من همه برنامه‌هاشون رو که ندیدم که، خب من نمیتونم قضاوت کنم. قضاوت من بر اساس اون چیزاییست که دیدم. اگر در این رابطه ایشون... که من دارم میگم دفاع از مبارزینی که در دایره طرفداری از آقای پهلوی نیستن، نه. از آقای بهبودی چیزی دارین برای من بفرستین. یه موضوع دیگر هم من بهت بگم. این چیزی که شما دارید میگید خیلی اسپیشیالیتیه، یعنی خیلی تخصصیه. یعنی اگر آقای پیمان بهبودی در دفاع از کسانی که طرفداران شاهزاده رضا پهلوی نیستن حرفی زده، برای من بفرست. این چیزی که شما دارید میگید، طرفدار رضا پهلوی نیستن که خب خیلی ها طرفدار آقای رضا پهلوی نیستن. طبق آمار وکالت 99.5% طرفدار ایشون نیستن. من وارد اون بازی نمیخوام بشم، وکالت اینا رو ولش کن، ولش کن. ببین، آره. گفتی شوخی، منم شوخی. آقای پیمان بهبودی، آشور عزیز، بله. نگاه کن لایو تو و اون برنامه شونو، جوری از عالی پیام حرف میزنه انگار تو عمرش اسم این آقای چیه، اسمش چیه، بهش میگن عالی، آها عالی پیام میگن، شاعرم هست. به خاطر این بود که اون آقای عالی پیام طنز پرداز، نمیدونم شاعر چی هست به نام آلو، یه جوری حرف میزنه انگار عالی پیامو نمیشناسه. این مقام عالی پیامو نمیاره پایین، اوکی. اونو میاره پایین، اوکی. الان هیچ ایرانی روی کره زمین نیست که عالی پیامو نشناسه. پیمان بهبودی میگه من نمیشناسم. حالا آیا الان این پاسخو من باید بدم یا خود آقای پیمان بهبودی؟ نه، من دارم به شما میگم که گله منو به دوستان منتقل کنید. لایوم باهاشون نمیخوام بذارم، چون خودم گفتم دیگه فایده نداره، ولی وظیفه شونه که وقتی من میام از تو عذرخواهی میکنم، اونها هم بابت 4 تا توهینی که به من کردن عذرخواهی کنن. اوکی، من این پیامو حتما به ایشون میرسونم. اما اند آف دی برگردیم سر نقطه، سر خط اصلی خودمون. حرف من اینه دیگه، وقتی هم نمونده متاسفانه، حرف من اینه آقا بیاییم به هم دیگه توهین نکنیم. خدا از دهنت بشه، اصلا این حرف تو رو من با طلا می نویسم و بالا می زنم. بیاییم پادشاهی خواه گفت بیاییم توهین نکنیم. برای آقا معدود هست آریا... سیارتو تو این جناب واقعا جز معدود آدمایی هستی که میگی توهین نکنیم. آقای کیانی میگه طبق فتوای سلمان رشدی اصلا توهین جز آزادی بیانه. من از شاهنشاه آریامر یاد گرفتم، من از شاهنشاه آریامر ادب رو یاد گرفتم. واقعا من هر روز مستند آریامر رو نگاه میکنم و از شاهنشاه آریامر یاد گرفتم، از شهبانو فرای پهلوی یاد گرفتم، از شاهزاده رضا پهلوی یاد گرفتم. و من میدونم و مطمئنم قطع به یقین اون بزرگواران هیچ وقت توهین رو نمیپسندن، توهین رو قبول نمیکنن، فحش رو قبول نمیکنن، دشنام رو قبول نمیکنن، قضاوت رو قبول نمیکنن، چیزهایی که انسانان رو، هر انسان رو به گونه ای تخریب بکنه قبول نمی کنن. ببین من یک چیزی بهت بگم آقا رضای عزیز، ببین هر کسی بود به جای شاهزاده رضا پهلوی شاید می برید، شاید خسته می شد، شاید. اما ایشون آمدن و گفتن بارها و بارها آمدن گفتن آقا
اگر حتی با من مخالفی، حتی با من حتی اگر مخالفی، بیا در یک اتحاد، در یک اتحاد ملی، تنها کافیه پرچم شیر و خورشید رو قبول داشته باشیم، تمامیت ارضی رو قبول داشته باشیم تا بتونیم کنار هم بمونیم و یک دشمن واحد که داریم باهاش بجنگیم. اگر ایشون همیشه دعوت کردن تمام گروه‌ها و احزاب سیاسی رو که در یک اتحاد ملی کنار هم وایسیم و بتونیم متمرکز بکنیم مبارزه خودمون رو که به مبارزه ما لطمه وارد نشه. حالا این افرادی که به حاشیه میبرن رو متاسفانه پای امضای ایشون ما نذاریم. واقعا چی بذاریم؟ پای کی بذاریم؟ پای هر کس رو پای خودش بذاریم. صحبت های آقای قانعی فرد پای چی بذاریم؟ صحبت های بهمن رو پای چی بذاریم؟ پای خودش، پای خودش، پای خواهش میکنم صحبت های فرشاد رو پای خودش بذار، صحبت های عالی پیام رو پای صحبت های اگر میخواییم بدونیم که شاهنشاه آریامهر چی گفت، شاهزاده رضا پهلوی چی گفت، آقای عالی پیام چی گفت، آقا فرشاد چی گفت، حسن بقال چی گفت، اصلا ناصر قصاب چی گفت. فرشاد این حرفی که تو میزنی بسیار حرف بدیه، میدونی چرا؟ توهین‌آمیزه برای خودتون، برای اینکه داری میگی آقا سامانه پادشاهی یه سامانه بیدر پیکره، رئیسم نداره، رهبرم نداره، هر کی دلش هر چی میخواد بگه پای خودش. شما اینجوری یعنی... استنباط میکنی، حرف من این نیست، حرف من این نیست. ببین آقا میگه هر کسی از ظن خود شد یار من. ببین عزیز من، امروز یک پروتکلی ما داریم، یک حالا میگی شما میگی سامانه پادشاهی، ببین من که اصلا عضو هیچی نیستم، شما میگی سامانه پادشاهی، حزب میدونی که چیزهای زیادی داری، مشروطه نمیدونم چی فلان، من عضو هیچ جا نیستم، من یه انسان مستقل آتئیست خدا ناباوره. تو خودت یه حزبی عزیز من، ببین من قبولت دارم، من فقط و فقط و فقط فردای آزاد ایران یه رأی دارم، اونو میبرم تو صندوق میندازم، مینویسم شاهزاده رضا پهلوی، تمام. اوکی، پادشاهی پارلمانی نوع حکومتیه که من اونو میپسندم. اینجا دارم الان تو لایو میگم، 1500 نفر تو لایو. من میخوام اینو بگم، هر کسی آقا از ظن خود شد یار من. اگر من یک پروتکلی دارم، در اون پروتکل یه چیزی تعریف میکنم، یک عالم میان پیش من، دورو بر من، اگر هر کسی میره یه چیزی میگه، من نمیتونم کنترلشون کنم دونه به دونه رو. شما اگر در یک ارگانی کار بکنی، رئیس اون ارگان یه چیزی بگه، کارمندی که در طبقه هفت هست اگر یک مطلبی بگه، ارباب رجوع نباید بیاد رئیس رو تنبیه بکنه، کارمند طبقه هفت یه چیزی گفته. حالا میدونی چی میخوام بگم؟ من نمیگم سامانه پادشاهی یک سامانه چی گفتی؟ گسسته و نمیدونم فلان، نه اتفاقا منسجم. اما خواهش من اینه، از دوستان شما، از دوستان خودم، از همه آحاد ملت، ملت بزرگ و شریف ایران، آقا ما نباید همدیگر رو توهین، تخریب به هر نوعی نباید بکنیم. اینو من با عقل ناقص خودم میگم، ممکنه الان این لایو من رو ضبط بکنن برن بر علیه من توییت های عجیب غریب بزنن، آقا فساد آشور خائن نمیدونم فلان، آقا کلی هم فوشت میدن، من مطمئنم. اوکی انیوی اشکال نداره، آن راه هر کی با من صحبت میکنه میرم فوشوارونش میکنه. ببین من با نوه خمینی لایف گذاشتم، من با فرشاد آشور. ببین وقتمون داره تموم میشه، این اداره ای که گفتی مثال خوبی زدی، اگه رئیس اداره یه حرفی زده باشه که کارمندش یه کار دیگه میکنه، ما نباید اونو مقصر بدونیم. اصلا این حرف درست نیست، چون یا اون رئیس اداره خیلی بی عرضه است که کارمند زیر دستش حرفشو نمیخونه، یا قرار گذاشتن که اون حرفو بزنه، اینم اینو بگه، اینم این کارو بکنه. مثل آقای اسماعیل مقربی علنا برگشت گفت شاهزاده در مقام خودشون چیزی میفرماین، ما باید کار خودمونو بکنیم. خیلی بده برای یه رهبر انقلاب، رهبر جنبش، رهبر حرکت شاه، کسی که میگه شاهزاده یه چیزی برای خودشون میفرماین، شما اون آدم رو قبول داری؟ یعنی شما بر آقای آدم جز شاخهای سلطنت طلب تو لندنه، اسماعیل سرهنگ، اسماعیل مقربی عزیز من، دست راست آقای ماهور، عزیز من، عزیز دل من، اگر یه کسی اومد هر حرفی زد، شما اصلا شاخ چیه؟ ما اینجا هر کسی نه، شاخ نداریم، هر کسی نه، ولی سرهنگ مقربی وقتی میگه ایشو جزء تشکیلات پادشاهی لندنه، آدم کمی نیست. آقا من اصلا ایشونو نمیشناسم، هر کیه
من الان لایف میذارم 1500 نفر میاد، ایشون بیاد لایف بذاره ببینم چند نفر میاد. من برات میفرستم که ایشون کیه. ببین وقتی کسی که میگه من شاهزاده یه چیزی برای خودش میفرمایه و قبولش نداره، اصلا ما اونو قبول نمیکنیم. من خودم اگه اون آدم حرفش رو برام بفرستی، من خودم آقا لایو منو ببین تعدادو دیگه اگه صحبت شاخه که من از همشون شاخترم. یه کلیپ دارم توماج از عینک صدلی ها، برو ببین همه اینا رو اون تو معرفی کرده. عزیز من اسماعیل مقربی رو معرفی کرده. ببین شما ببین دیگه، من همه اینا رو گفتم. حالا اختصاصی میخوای نوکرتم برات میفرستم. راجب توماج صالحی اعلیحضرت طبق اون وظیفه ملی میهنی که دارن دفاع کردن که ایشون نباید اعدام کنید، ایشون باید آزاد بشه. ولی منظور اعلیحضرت این نیست که هر کسی که اعلیحضرت به خاطر مقام شامخ سلطنت یک ملت باید از یک ملت حمایت کنه، ما باید با مدرک و سند افراد خائن و خادم ارائه بدیم در رسانه ها و معرفی کنیم. وایسا شما، من خواهشی که ازت دارم حرف یه آدم رو ور ندار استناد بکن، به حرف اون استناد بکنی، بیای برنامه بسازی، بیا ببین فرشادم چی میگه. خب فقط اون نیست، اون یکی از کسایی است که من اونجا مستند کردم. خانوم سبا خوبی هم هست، خانوم سالومه هم هست، آقای شاهین نجفی هم هست. یکی دوتا نیست که ماشالله. شاهین نجفی من فکر نمی کنم تا حالا توهین کرده باشه به کسی. من فکر نمی کنم توهین کرد شاهین نجفی، من فکر نمی کنم توهین کرده باشه، دشنام داده باشه، یا مثلا گفته باشه که آقا شاهزاده یه چیزی برای خودش گفته و اینا رو من فکر نمی کنم. ولی من تمام حرفم اینه عزیز من، 3 دقیقه وقت. ببین اینو میشناسی طنز پرداز؟ ببین یه اسمایی میبری که واقعا نمیشناسم. فرزاد فرزین بابا خیلی مشهوره که. آقا ببین من نمیشناسم واقعا. همه منو میشناسن ولی من نمیشناسم. حالا عکسشو برات میفرستم میبینی. آقای فرزاد فرزین وقتی انقلاب جنبش مهسا شروع شد 401 کلیپ های خیلی خوبی میساخت، با لهجه اصفهانی میگفت من نمیدونم چرا. آها آخه فهمیدم. یکی بگه اوکی. من نمیدونم، من پستای اینو تو کانالم میذاشتم، هرچی تولید میکرد میذاشتم. یه بار باش تماس گرفتم، چت کردم البته، گفتم فرزاد جان من یه توصیه‌ای بهت میکنم عزیز من، تو همه کلیپاتو با یه لباس و یه بکران میگیری، آدم وقتی نگاه میکنه نمیدونه اینو دیده یا جدیده. این لباس تو عوض کن، بکراند تو عوض کن، یه گلدون بذار بعد ورد و یه چراغ بذار اینا، که آدم بفهمه که آقا این جدیده، تازه اومده، من ندیدم. کلی راهنمایی اینجوری بهش کردم. خب بعد گفت آخه من محدودیت هم دارم. گفتم پولمول اگه میخوای برات بفرستم، من یه بودجه در اختیارم، خودم آدم پولداری نیستم ولی مردم به من اعتماد دارن، یه بودجه برای این کارا در اختیارم، اگه میخوای برات بفرستم. گفت نه خیلی ممنون، لازم شد بهتون میگم. اینقدر دوستانه و برادرانه من با این آدم برخورد کردم. خب وقتی اون قضیه ترافالگار پیش اومد، ایشون یه بالش گذاشته زیر شکمش اینجوری میگه فقط من نمیفهمم من چرا حاملم. تعرضش با آقای حالو شد به چشم تو شکم من، همش دست زیر شماست آقای پهلوی. بعد خانم یاسمین پهلوی اینو برمیدارن استوری میکنن. من کجام میسوزه؟ یه آدم ناشناخته ای نیست. تو باز میگی یه عده جوانان کف خیابون. آقا دونه دونه من اینا رو دارم، شاهین نجفی رو میخوام برات بفرستم. من درد دارم. آشور کاش همه مثل تو بودن، کاش همه مثل تو میفهمن، بفهمن اینی که من میگم تو یه دونه ای، برای اینکه واقعا یه دونه ای. سعی کن آدمایی مثل خودت رو تکثیر کنی. توی این تشکیلات پادشاهی خواهان نیاز دارن به آدمایی مثل تو، همون جور که نیاز دارن به چند جامعه شناس و روانشناس. این رو بدونن وقتی به سپیده نشر رو توهین میکنن، سپیده نشر رو از جنس خود مردمه. خب یعنی تمام دخترایی که هر روز تو بی آر تی تو مترو با این فاتی کماندوها درگیر میشن،
با این امر به معروف یا درگیر میشن، حس میکنن سپید رشنو رو. وقتی سپید رشنو میگه من دادگاه نمیام، با روسری بیروسری میام، اینو حس میکنن. وقتی اون زندانی میخوان شلاقش بزنن، میگن روسری تو سرت کن، میگه نمیکنم بیروسری شلاق بزنین، اونو حس میکنن. با اون همزاد پنداری میکنن. وقتی شما ها میاید به اینا فحش میدید، مردم از شما متنفر میشن. برید چهار تا جامعه شناس روان شناس استخدام کنید. ببینید آقای علی پیام عزیز، ببینید من باز هم تاکید میکنم که من از استناد میکنم باز هم به حرفای شاهزاده رضا پهلوی. ببینید من حرفای ایشون رو وقتی در مغزم مرور میکنم، جز وحدت، جز اتحاد، چیز دیگری نخواستن. نه به کسی فوش دادن. خود شاهزاده رضا پهلوی از توماج حمایت کردن، خودشون از توماج صالحی حمایت کردن، خودشون از تمام زندانیان حمایت کردن. شاهزاده رضا پهلوی دلسوزانه، واقعا این نامردیه، ببین دلسوزانه آمد و از همه زندانیان سیاسی حمایت کرد. شاهزاده از توماش حمایت کردن. فقط یه توییت گذاشتن از مجامع بین المللی میخوان که ایشون رو تلاش کنن برای آزادیش. من چیزی دیگه ای ندیدم. اصلا ببین شاهزاده رضا پهلوی از توماج صالحی استوری کرد، اصلا حمایت کرد. اصلا ببین همینه دیگه، میگم استوریشون فقط همین بود، از مجامع بین المللی میخوام که ایشون رو آزاد کنن. چیزی دیگه هست برای من بفرستید، من تو آرشیوم ندارم. شاهزاده رضا پهلوی که نباید بیاد هر روز یکی استوری بذاره. آقا هر روز نذاره. آقای شاهزاده رضا پهلوی تو یکی از سخنرانیاش وقتی میکنه اسم توماجو بیاره، دیگه خانم سالومه غلط میکنه بره به توماج توهین کنه. ببینید شما دارید در بلخ گناه کرد، چی میگن آهنگری به شوشتر دادن گردن مسکری. وقت اونم تموم شد. از گفتگو با تو لذت بردم آرشیو جان. این گفتگوها رو ادامه بدیم، باز داشته باشیم. یه دقیقه وقت داریم. ببینید خب یه دقیقه هم تو صحبت کن، چون من خیلی زر زدم. نه خواهش میکنم. خانوم سالومه چی گفت؟ خانوم ببینید، من دوستان در همین تریبون میخوام بگم آقا ما پادشاهی خواهان، ما پادشاهی خواهان، من ما نمیگم، من پادشاهی خواه، من الان دارم از این تریبون میگم آقا بیا، شما پادشاهی خواه نیستی، اشکال نداره عزیز دل، بیا من پادشاهی خواهم، بیا فعلا کنار هم باشیم، بندازیمشون بیرون، خاک خودمون رو پس بگیریم، اونجا که رفتیم میزنیم تو سرکله. حرف من اینه، الان آب به آسیاب دشمن نریزیم. خدا خیرت بده. خیلی خوشحال شدم اومدی تو لایومون و برای تو امیدوارم خوشحال که... شدم. من از گفتگو با آدم های منطقی لذت میبرم. خواهش میکنم منطق داشته باشه، پشت امیدوارم... کلامش فلسفه داشته باشه. امیدوارم از آدم های ما... دوگ بدم میاد. از رضا پهلوی حضرت عباس درست کردن، قمر بنی هاشم. چرا آقا ایشون هم یه آدمه مثل من، منم یه آدمه مثل ایشون، ایشون هم اشتباه میکنه، منم اشتباه میکنم، اشتباه ایشون خیلی ضرر میزنه، اشتباه من اینقدر ضرر میزنه، تفاوتش اینه. فدای تو بشم. امیدوارم امید صحبت های بعدی، صحبت آخر، امیدوارم روزی برسه همه ما به همدیگه احترام بذاریم، همه ما کسانی که قلبشون برای ایران و ایرانی میتپه و معتقدن که سیستم کلا باید از بین بره، بله، به هم احترام بذاریم، در کنار هم بمونیم، علی رغم زاویه‌های سیاسی که با هم داریم بتونیم با هم گفتگو بکنیم. زمان گفتمانه، زمان جنگ نیست. دوران گفتمانه، دوران جنگ نیست، دوران دشنام نیست، دوران فحش نیست، دوران فلان نیست. بنابراین من امیدوارم به اون درجه برسیم که در کنار هم بتونیم مبارزه بکنیم و ایران عزیزمون رو پس بگیریم. خیلی خوشحال شدم. آینده ایران، پاینده ایران، من میگم جاوید شاه. همونی که به مجید رحیمی گفتم دوباره بهت میگم. قربون شما. بدرود. بدرود. ممنون که با لایک، کامنت گذاری و اشتراک این ویدیوها از کانال هالو حمایت میکنید.